روزی با خدم و حشم پا به این خانه نهاد، زمانی که وزیر دربار بود، و روزی با حقد و حقارت از این عمارت رانده شد. خانه همان خانه بود، اما وزیر همان وزیر نه. سلام، من فریبا باقری هستم، در تهران 14 امروز میهمان یکی از رجال سیاسی ایران هستیم، تیمورتاش. مهر ماه سال 1312 دختری ترسان از پنجره اتاق رو به حیات بیرونی نگاه می‌کرد. او می‌دید که مأموران شاه پدرش را با خفت و خاری با خود می‌برند. ایران دخت، فرزند ارشد عبدالحسین خان، هرگز این صحنه را از خاطر نبرد و هیچگاه نتوانست عامل اصلی این ذلت را ببخشد. اینجا خونه ای بود که تیمورتاش وقتی به وزارت دربار رسید از سردار محتشم بختیاری خرید تا محل سکونتی در خور مقام و منصبش داشته باشه. خونه غلام حسین خان عمارتی با شکوه بود. سردار محتشم در زمان احمدشاه وزیر جنگ بود و طبیعی بود که برای خودش چنین عمارتی ساخته باشه. عبدالحسین تیمورتاش متولد نردین بود، جایی در حوالی بجنود، یک اشرافزاده خراسانی که چون پدرش کریم داد خان نردینی خان بود و به اصطلاح فئودال، این شانس را داشت که در 13 سالگی به بلاد خارجه مسافرت کند. پدرش او را برای تحصیل به مدرسه نظام نیکولا در روسیه فرستاد و عبدالحسین چنان به فرهنگ روسیه علاقمند شد که خودش را خان نردینسکی نامید. نردین را از فارسی گرفته بود و اینسکیش را از روسها. خان نردینسکی وقتی از فرنگ برگشت 26 ساله بود. به محض آمدن همچون زبان روسی را خوب بلد بود، شد مترجم وزارت خارجه، جایی که پدر هم در آنجا مشغول بود. یک سال پیش از برگشت عبدالحسین، شاه مظفر از دنیا رفته بود و محمد علی میرزا به جایش نشسته بود. آن وقتها رسم بود وقتی شاه جدیدی بر تخت می نشست، عده‌ای مأمور می شدند تا خبر تغییر شاه را به بلاد دیگر برسانند. عبدالحسین خان هم یکی از همین مأمورها بود. او همراه چند نفر دیگر از اعضای وزارت خارجه بار سفر بست و عازم سفری 4 ماهه به اروپا شد. وقتی برگشت، محمد علی شاه مجلس را به توپ بسته بود. عبدالحسین خان هم از سمتش در وزارت خارجه استعفا داد و رفت سبزوار، جایی نزدیک به املاک موروثی پدرش. دربار اما همچنان نگاه مثبتی به عبدالحسین خان داشت. همانجا در سبزوار به او لقب معزز الملک دادند و بعد هم حاکم جوینش کردند. در این مدت تهران پر بود از التهاب و درگیری. محمد علی شاه بعد از به توپ بستن مجلس هر صدای مخالفی را خفه کرده بود. نه خبری از مجلس بود و نه مشروطه. اما استبداد محمد علی شاه صغیر بود و کوتاه. مشروطه خواهان بختیاری و گیلان از خارج از تهران به تهران حمله و شهر خفقان زده شاه قاجار را فتح کردند. وقتی مجلس دوباره تشکیل شد، عبدالحسین خان از سبزوار کاندیدا شد و رأی آورد. اما سن عبدالحسین خان برای ورود به مجلس کم بود، برای همین هم مجلسی ها اعتبارنامه اش را رد کردند. او هم دست به کار شد و استشهاد محلی جمع کرد. ورود به مجلس قدری با دشواری همراه بود، اما برای عبدالحسین نتیجه بدی نداشت. او در همان دوره منشی هیئت رئیسه شد و بعد هم نایب رئیس شد. عمر این مجلس هم مثل دوره قبل دوام چندانی نداشت. این بار تعطیلی مجلس به خاطر ماجرای مورگان شوستر آمریکایی بود. شوستر به دلیل درخواست ایران برای رسیدگی و اصلاح امور دارایی و خزانه داری به ایران آمده بود، اما چون اصلاحات مالی او باعث شده بود منافع انگلیسی ها و روس ها در ایران به خطر بیفتد، آنها به دولت ایران فشار آوردند تا شوستر اخراج شود.
روسیه به ایران اولتیماتوم داد و دارالشورای ملی هم با این اولتیماتوم مخالفت کرد. دولت ایران اما از اشغال کشور می ترسید. پس مجلس را منحل و مورگان شوستر را اخراج کرد. مجلس که تعطیل شد، همه برگشتند به ولایتشان. عبدالحسین خان هم رفت سبزوار. باز هم دوستان نزدیکش مثل نیرالدوله کمک کردند و او پست و عنوان جدیدی گرفت. عبدالحسین خان این بار فرمانده لشکر خراسان شد و لقب سردار معظم گرفت. اما ماجرای تیمورتاش و مجلس به همینجا ختم نشد. او یک بار دیگر هم نماینده شد و دوباره مجلس منحل شد. این بار اما تیمورتاش ترجیح داد تهران بماند. توی این مدت عبدالحسین خان ازدواج هم کرد با خانمی به نام شایسته، شایسته خانم سرورالسلطنه. ایراندخت فرزند ارشد تیمورتاش و سرورالسلطنه بود که چشماش خیلی شبیه پدرش بود. اون اغلب روزش رو تو کتابخونه همین عمارت میگذروند که خب سالها بعد توی آتیش سوخت. اون دوست داشت مثل پدرش شعر بگه. تیمورتاش هم تخلص حیران رو برای ایراندخت انتخاب کرده بود. تیمورتاش در بعضی دوره‌هایی که در مجلس حضور داشت، کارهای فرهنگی هم انجام داد. مثلا تلاش زیادی کرد تا نمایندگان برای ساخت و نگهداری مقبره نادرشاه افشار بودجه تصویب کنند. نمایندگان علاوه بر تصویب بودجه، محل تأمین بودجه را هم مشخص کردند. گرفتن مالیات از چهارپایان باری و سواری و وسایل نقلیه. او در دوره پنجم مجلس هم همین تلاش را دوباره تکرار کرد تا بودجه تصویب شود برای ساخت مقبره حکیم ابوالقاسم فردوسی در طوس. زندگی سیاسی عبدالحسین خان تیمورتاش با مجلس گره خورده بود. از دوره دوم تا هشتم هر بار هم از خراسان نماینده می شد. در این دوران گاهی سمت‌های دیگری هم داشت. شاید در روزگاری که هنوز واژه ابوالمشاغل اختراع نشده بود، عبدالحسین خان تیمورتاش ابوالمشاغل بود. مثلا او مدتی وزیر وزارت عدلیه بود، وزارتی که قرار بود اصلاحاتی را به دنبال داشته باشد. او در این دوران قضات قدیمی را از عدلیه اخراج کرد تا نظام سنتی قضاوت برچیده شود و نظامی مطابق با استانداردهای غربی جایگزین شود. ماجرایی که با اعتراضات مردم تمام شد و تیمورتاش عزل شد. اما شاید مهمترین کاری که تیمورتاش در زندگیش انجام داد، حضور در ماجرای به تخت نشستن رضاخان بود. او به همراه نصرت‌الدوله فیروز، علی اکبر خان داور، سردار اسعد، محمد علی فروغی و سید محمد تدین برای رسیدن رضا قلدر به قدرت تلاش کرد. چه کسی کت و شلوار و کلاه پهلوی رو به ایران آورد؟ خب درست حد زدیم، تیمورتاش. اون توی یکی از سفراش به فرانسه یک کلاه خاص با خودش به ایران آورد که برای خوشامد دل دوست تاجدارش اسمشو گذاشت کلاه پهلوی. که یه وزیر چطور میتونه انقدر آزادی عمل داشته باشه؟ خب تیمورتاش یه وزیر معمولی نبود. امارت تیمورتاش متعلق بود به سردار محتشم بختیاری. سردار محتشم پسر امام قلی خان حاجی ایلخانی که خودش دو بار به مقام ایلخانی ایل بختیاری رسیده بود. او در کابینه سمسام و سلطنه وزیر جنگ شده بود و مانند پدر، عموها و برادرهایش از مردان بانفوذ بختیاری در دستگاه حکومتی ایران بود. او خانهش را وقتی ساخته بود که ناصرالدین میرزای قاجاری در ایران کلاه شاهی به سر داشت. خانهای بختیاری آن روزها در ایران برای خودشان بروبیایی داشتند و در هر کابینه وزیر یا نخست وزیر از ایل آنها وجود داشت. آنها هم در شرکت‌های نفتی سهامدار بودند و هم از چاه‌های نفتی مسجد سلیمان، هفت کل یا رام هرمز
از انگلیسی ها سود سالیانه می گرفتند. علاوه بر این، خانهای بختیاری برای حق نگهبانی از میادین نفتی هم از انگلیسی ها رقم قابل توجهی را دریافت می کردند. سهم دولت ایران از نفت 16% بود و سهم خانهای بختیاری 3%. آنها در حقیقت هم بانفوذ بودند هم ثروتمند. تیمورتاش هم با خانهای بختیاری دوست بود و شریک، به ویژه با سردار اسعد. خانه سردار محتشم بختیاری ترکیبی بود از معماری هندی، روسی و ایرانی. خانه شبیه کاخهای قجری با پلکانی وسیع از دو طرف. خانه شبیه به خانه سردار اسعد یا خانه امیر مفخم بختیاری. خانه هایی که معماریشان تلفیقی بود از معماری ایرانی و اروپایی. تیمورتاش خانه را خریده بود تا جایی باشد در خور شأن و مقامش. تیمورتاش مرد دوم مملکت بود، آنقدر که هر عزل و نسبی زیر نظر او صورت می گرفت، آنقدر که رضا شاه حرف و دستور تیمورتاش را حرف و دستور خودش می دانست. اما رضا شاه همیشه از جانب عبدالحسین خان نگرانی هم داشت. این نگرانی را همان روز اولی که دبیر اعظم بهرامی عبدالحسین خان را برای وزارت دربار پیشنهاد کرده بود گفت: تیمور خوب است، فقط بیش از حد با خارجی ها معاشرت دارد. همین هم باعث شده بود به مطالبی که درباره تیمورتاش در روزنامه های خارجی نوشته می شد حساس باشد. تیمورتاش وزیر دربار بود و همه کاری حکومت. روابط خارجیش هم بیشتر در جهت حفظ ارکان حکومتی پادشاهی می گذشت. او می خواست اختلاف ایران و شوروی را حل کند یا مشکلات ایرانی ها را با بریتانیایی ها فیصله دهد. او اما خیال می کرد با مذاکره همه چیز قابل حل است. مذاکراتی که مدت ها طول می کشید. ایرانی ها با قرارداد دارسی مشکل داشتند. می خواستند حالا که روزگار نو شده و شاه جدید آمده، سهم خودشان را از سود سالانه شرکت نفت افزایش دهند، از 16% به 25%. او در مذاکراتش اهداف مختلفی داشت. مثلا میگفت اینها خوش نمیآمد. غیر از اینها، تیمورتاش در سیاست داخله هم برنامه ریزی های خودش را داشت. اینکه ملت همه لباس متحدالشکل بپوشند یا القاب و عناوین درباری منسوخ شود، اینها هم به مذاق درباری ها خوش نمیآمد. بالاخره داخلی ها و خارجی ها بر سر یک موضوع متحد شدند، اینکه تیمورتاش باید از صحنه روزگار محو شود. رضا شاه خود به خود به مطالب روزنامه‌های خارجی حساس بود. علاوه بر این، همیشه خیال می‌کرد عده‌ای دارن توطئه می‌کنند تا او از شاهی بیفتد. پس چاره کار مریض‌تر کردن ذهن شاه بود. چاپ کاریکاتوری موهن در مطبوعات فرنگی یک تیر بود و دو نشان. رضا شاه الاغی بود که تاج شاهی بر سر دارد و تیمورتاش در حالی که سوار الاغ است، افسارش را هم در دست گرفته. آتش درون رضا شاه شعله کشید. یک مقاله درباره اینکه شاه جدید ایران یک فرد دهاتی است که از سیاست چیزی نمی‌داند و این تیمورتاش است که حتی نحوه در دست گرفتن قاشق و چنگال را هم به او یاد می‌دهد، تیر خلاص بود. رضا خان که یه روزی میگفت حرف تیمورتاش حرف منه، حالا هر چی که میتونست بر سرش آوار میکرد، درست مثل تهمونده یه سیگاری که روی زمین افتاده و زیر پا له شده. تیمورتاش مغضوب رضا شاه شده بود. عبدالحسین خان پیش از اینکه مغضوب شاه شود، حضرت اشرف بود و حامی سانسور. او یک نظریه خاص داشت، اینکه نباید مخالفان سیاسی را زندانی کرد. معتقد بود زندانی کردن باعث می شود متهم در موضع مظلومیت قرار بگیرد و داخلی ها و خارجی ها از او حمایت کنند. می گفت بهتر است مخالفان را با اتهام فساد اخلاقی یا مالی از میان بردارید، بعد زندانی کردن کار را تمام می کند. دستورالعملی که عاقبت دامن خودش را گرفت. همانها که از گوشه و کنار قرارداد دارسی پول زیادی به جیب زده بودند،
یا آنها که از مراودات مالی حضرت اشرف با سران خانهای بختیاری خبر داشتند، نسخه تیمورتاش را پیچیدند. تیمورتاش می رفت تا همنشین یاران قدیمیش در قصر شود، جایی که خودش دوشادوش رضاخان افتتاحش کرده بود. اینجا یه عمارت بزرگ با کلی گچبری و آینه‌کاری زیبا و شیشه های رنگی رنگی و البته قصه های رنگارنگه. حضرت اشرف داشت پله های ترقی رو بدون احتیاط طی می کرد، اما نمی دونست که سرنوشت خوبی در انتظارش نیست. تیمورتاش تا مهر 1313 توی این عمارت زندگی می کرد. به نظر آنها که داشتند نسخه تیمورتاش را میپیچیدند، اتهام مالی کافی نبود. باید کاری میکردند که پرونده عبدالحسین خان تیمورتاش برای همیشه بسته شود. بهترین کار اتهام جاسوسی بود. جاسوسی برای روس‌ها، کسانی که حضرت اشرف روابط صمیمانه با آنها داشت. زبانشان را خوب بلد بود و حتی در روزگاری به سیاق آنها خودش را با القاب روسی خطاب میکرد. کار برای خان نردینسکی سخت شده بود. انگلیسی‌ها دختر آسوری رو اجیر کردن تا کیف حاوی مذاکرات تیمورتاش رو بدزده و اون رو از طریق سفارت انگلیس به دست رضاخان رسوندن تا ثابت کنن تیمورتاش جاسوس شورویه و این آخرین میخ بر پیکر تابوت تیمورتاش بود. تیمورتاش در اتاقکی کوچک، تاریک و نمور نشسته بود. شاید داشت به روزگار خوش اقبالیش فکر میکرد و عاقبتی که در انتظارش بود. تیمورتاش اینجا را خوب میشناخت. اینجا همان ویرانه قصر قجری ها بود که حالا زندان شده بود. عمارتی مخوف که رضا شاه دستور ساختش را داد و نیکولای مارکوف روس آن را ساخت. قصری که شاه و حضرت اشرف دو دستی تقدیم پزشک احمدی کردند. پزشک زندان قصر، کسی که کشتن با آمپول هوا تخصص ویژه‌اش بود. سردار اسعد نگران بود، نگران عاقبت دوست قدیمیش. بالاخره ترس و دلهوره را کنار گذاشت و شفاعت کرد. شفاعت عبدالحسین خان را به شاه، بیخبر از اینکه خودش 3 ماه بعد از مرگ عبدالحسین خان مهمان همان قصر سیاهی خواهد شد که تیمورتاش حالا اسیر اوست. وساطت های سردار اسعد سودی نداشت. رضا شاه تصمیمش را گرفته بود. او هم نسخه تیمورتاش را پیچیده بود، هم نسخه سردار اسعد را. سردار اسعد 3 ماه بعد از مرگ تیمورتاش اسیر زندان قصر شد و به قطر رسید. توی همین زندان آدم های آشنای زیادی بودند، همه از نسل خانهای بختیاری. از امیر اکرم، پسر سردار محتشم بختیاری که چندی پیش خانهش را به عبدالحسین خان فروخته بود، تا محمد رضا خان سردار فاتح برادرش. همه قرار بود با سرنوشتشان روبرو شوند، اما این لحظات برای هیچ کسی جز تیمورتاش این همه سخت و سنگین نبود. او خودش رضا قلدر را شاه کرده بود و پالانی را به پهلوی تغییر داده بود. تیمورتاش به خاطر می آورد روزهایی را که توی مجلس بر سر برکناری احمد شاه قاجار بحث بود و درگیری. یادش می آمد که او و دوستانش پشت سر سردار سپه در آمدند که دولت موقت تشکیل دهد و اوضاع ایران را سر و سامان ببخشد. او و دوستانش آنقدر از رضا شستیر حمایت کردند تا او اسم هر که را بخواهد به عنوان نماینده اعلام کند و مردم از همه جا بیخبر بروند و به همانها هم رأی بدهند. دست آخر هم او با همکاری دوستانش سلسله قاجار را مختومه اعلام کردند و به جای وضع قانونی برای تعیین نخست وزیر یا رئیس جمهوری که مردم انتخابش کنند، دوباره شاه برای مملکت تعیین کردند. وگرنه رضا قلدر را چه به شاهی، همان سردار سپهی و وزارت جنگ هم از سرش زیاد بود. تیمورتاش و دوستانش که آن روزها حق انتخاب را از مردم ایران گرفته بودند، حالا خودشان داشتند در انتخابشان دست و پا می زدند. رضا شاه حتی شکل لباس و کلاهش را هم از صدق سر تیمورتاش داشت، اما او حالا کت بسته اسیر دست سرلشکر محمد حسین آیروم، رئیس شهربانی و پزشک احمدی بود. آمپول زنی که حتی پرستار خوبی هم نبود.
چه رسد به اینکه پزشک باشد. تنها چیزی که خوب بلد بود این بود که مجیز شاه را بگوید و تابع اوامر ملوکانه باشد. دختر تیمورتاش آرام و قرار نداشت. او فلسفه می‌خواند اما هنوز حکمت بسیاری داستان‌ها را نمی‌دانست. نمی‌دانست چرا پدرش که به قدر یک شاه عزت داشت، با ذلت از خانه‌اش به زندان فرستاده شد. خبر قتل پدر با آمپول سمی پزشک احمدی را شنید، اما کاری از دستش بر نمی‌آمد. او همراه با خانواده‌اش به طبس تبعید شده بودند، اما بالاخره ورق روزگار برگشت. انگلیسی‌ها رضا شاه را از شاهی خلع کردند و پسرش محمد رضا را به جای او نشاندند. محمد رضا باید خودش را متفاوت از پدرش نشان می‌داد، پس سعی کرد مظاهر دیکتاتوری رضا خان را از سر و روی حکومت نوپایش پاک کند. چشم خیلی ها ترسیده بود، پزشک احمدی از همه بیشتر. او بار و بندیلش را جمع کرد و راهی شد، جایی در عراق که هم خوب می‌شناخت هم به خیالش آنجا در امان بود. ایران دخت با خودش فکر کرد پیدا کردن پزشک احمدی و سپردن او به محکمه حتما راه چاره است. از پاریس به عراق رفت و با ظاهری ناشناس پی پزشک احمدی گشت و او را وقتی مشغول دعا نویسی توی یک دکان بود پیدا. پیش از مرگ عبدالحسین خان، رضا شاه اموال او را ضبط کرد. رضا خان که هرچه مظاهر قاجاری در کشور بود را به ویرانه تبدیل کرده بود، از خیر خانه عبدالحسین خان گذشت. به نظرش خانه او باید دانشگاه جنگ می شد. هنوز برنامه های رضا خان برای این خانه و دانشگاهش پا نگرفته بود که دستور رسید از قدرت کنارگیری کند و برود. محمد رضا پسرش جانشینش شد و خانه تیمورتاش را به علاوه عمارت دیگر به دانشگاه جنگ سپرد. عمارت سردار محتشم بختیاری باقی ماند تا شاهد حضور اقوام غلام حسین خان در مسند حکومت باشد، شاهد حضور خیشانش در حکومت دوم پهلوی ها. او باید می دید که پسرش آقا خان بر مسند وزارت کار می نشیند و ثریا نوه سردار اسعد بر تخت شاهی به عنوان همسر کنار محمد رضا. او باید می دید که شاپور بختیار پسر سردار فاتح در مسند نخست وزیری خواهد نشست و تیمور بختیار پسر سردار معظم در جایگاه رئیس ساواک. هرچند قدرت به آنها هم روی خوش نشان نداد. قدیم ترا به اینجا میگفتن باغ شاه، بعد تبدیل شد به دانشگاه جنگ و الان هم موزه دانشگاه. خانه موزه تیمورتاش بعد از انقلاب تبدیل شد به موزه ادوات جنگی و پذیرای مردم شد. حالا مردم میتونن انواع سلاح‌های سرد و گرم رو توی این موزه دیدن کنن.
بازدید از اینجا باید تشریف بیارید میدون هور. حالا چطوری میتونید با ماشین شخصی، اتوبوس یا حتی مترو بیاین به میدون هور و بعدم با چند قدم پیاده روی از مترو میرسید به اینجا، خانه موزه تیمورتاش یا موزه جنگ.